من همین میخواستم یه مقدار توضیح بدم درباره چیزی که خودم تجربه کردم در ارتباط با حرکت ضد جنگ دانشجوها در آمریکا و خب این جهانی بوده در واقع، ولی خودم تجربه‌ام تو آمریکا بوده و اون هستش که من خیلی با دانشجوها کار میکنم، هم به عنوان یه استاد هم به عنوان یه آدمی که برنامه های مختلف و اداره میکنه در دانشگاه نورت وسترن. و یکی از چیزهایی که از خیلی از شاگردا شنیده بودم امسال قبل از این مسئله جنبشی که شروع شد بودش که خیلی ها داشتن مطالعه میکردن و میدیدن اتفاقایی که در غزه داشت میافتاد، خشونتی که شاهدش بودن، و خب خیلی ها درباره این صحبت کردن که با اینکه رسانه های آمریکا مخصوصا خیلی این مسئله رو پاک میکنن و واقعیت رو نشون نمیدن، خیلی ها مخصوصا نسل جوانتر که خیلی با تکنولوژی بلدن کار کنن دسترسی دارن به اطلاعات های دیگه، اطلاعات هایی که از بیرون از آمریکا میاد، از خود فلسطین و غزه میاد در این در ارتباط با این خشونت ها، و دارن میبینن اینو، یعنی هر روز واقعا دارن میبینن چجور این جنگ و نسل کشی داره اتفاق میفته. و یه جور تضادی میدیدن بین این اتفاقاتی و خشونت هایی که شاهدش هستن و زندگی معمولی در آمریکا که ادامه میده و اصلا توی مدرسه ها و دانشگاه ها به نظر اونا چقدر کم صحبت میشه در درباره این اتفاقات، مخصوصا وقتی به این فکر میکنن که آمریکا چه نقشی داره توی این جنگ و خشونت. بنابراین از قبل از این جنبش همین ماه که خیلی ها در دانشگاه های مختلف مثلا چادر گذاشتن و جنبش در واقع به یه سطح دیگه رسیده، خیلی ها درباره این مسئله داشتن فکر میکردن و خیلی ها داشتن یاد میگرفتن درباره تاریخ اسرائیل و فلسطین. یعنی من خیلی ها دیدم که بیشتر مطالعه کردن، بیشتر دنبال اطلاعات رفتن که بفهمن تاریخ این شرایط چیه، و همین مثلا 76 سالی که از وقتی که اسرائیل اون زمین فلسطینی رو گرفت و شروع کرد اونجا رو مملکت خودشون رو ساختن، قشنگ دارن درباره این یاد میگیرن. و خیلی چیز جالبی در تجربه من که فکر میکنم مهمه هستش که خیلی از شاگردایی که تو آمریکا شرکت میکنن توی این حرکت اجتماعی ارتباط میبینن و برقرار میکنن بین شرایط و تاریخ فلسطینیا و شرایط و تاریخ آدمای دیگه که روبرو شدن با همچین سیستم ها، مثلا مردم بومی در آمریکا که خودشونم نسل کشی تجربه کردن و همین نابود شدن سیستم آموزش در غزه یکی از چیزهایی که خیلی مهم بوده، مخصوصا چون که من تو رشته آموزش هستم، خیلی از شاگردان ما خیلی درباره این سوال پرسیدن و فکر کردن. و در آمریکا هم همین اتفاق افتاد که از طریق نابود کردن سیستم آموزش مردم بومی اینجا و گروه های مختلف در جهان همیشه این روش استعمار بوده در واقع که این ارتباطات رو دارن برقرار میکنن. یا مسئله مثلا جداسازی کامیونیتی های سیاه در آمریکا در تاریخ و آپارتایدی که در اسرائیل پیاده شده، اینجور کانکشن ها رو واقعا دارن در میارن که به نظر من خیلی مهمه که بین سیستم های مختلف دارن ارتباط برقرار میکنن و مطالعه میکنن. و یکی از نکته های مهم اینجا هستش که مبارزه با این سیستم ها هم در فلسطین هم در آمریکا مسئله فقط دموکراسی و حق برابر نیست، مسئله حق حاکمیت و خود تصمیم گیری هست. و اینجور کانکشن ها به نظر من خیلی مهمه که هدف این جنبش ها چی باید باشه و از چه دیدگاهی باید به این جنبش ها نگاه کرد، یکی از مسئله هاست که خیلی زنده است توی این صحبت ها و بحث هایی که بین شاگردا و همه در واقع که دارن اعتراض میکنن
الان داره میشه. بعد همونطور که گفتم به نظر من نقش آمریکا هم از لحاظ پشتیبانی از اسرائیل و همه اسلحه‌هایی که دادن و در خاورمیانه یکی از چیزاست که خیلی ها دارن دربارش صحبت میکنن و یاد میگیرن و این باعث شده که به نظر من یه احساس مسئولیتی هست میون شاگردا و دانشجوهای آمریکایی که ما تنها شاهد این جنگ و نسل‌کشی نیستیم، در واقع هم دولت ما هم نظام آمریکا هم دانشگاه‌هامون دست دارن، یعنی سرمایه گذاری کردن توی شرکت هایی که اسلحه می فروشن یا دارن توی اسرائیل کار میکنن و این احساس مسئولیت فکر میکنم خیلی یکی از ریشه های این بوده که به نظر من اونم یه چیز خیلی مهمیه. و یکی از چیزایی که به عنوان من یه معلم که نه تنها با دانشجو کار میکنه ولی با بچه های سن پایین ترم کار میکنه و معلمای توی دبستان و دبیرستان و سطح راهنمایی کار میکنم، یکی از چیزایی که بهش زیاد اشاره نمیشه که به نظر من مهمه که این انتقادایی که دانشجوها دارن میکنن و جنبششون فقط در سطح دانشگاه نیست، یعنی شاگردای سن پایین ترم دارن سوالای مهمی میپرسن درباره فلسطین و اتفاقایی که افتاده امسال و خود بچه من که 8 سالشه در کلاس دوم قشنگ میبینم که با بچه های دیگه صحبت میشه و سعی میکنن که معنی در بیارن از چیزایی که دارن میبینن. و یکی از اتفاقایی که در آمریکا افتاده که تاریخ خودشو داره هستش سرکوب فضای آموزشی که اجازه ندن یا قدغن حتی بکنن صحبت درباره اینجور مسئله ها با بچه ها و کمک بهشون که معنی در بیارن در ارتباط با اتفاقاتی که شاهدش هستن. و این تضاد، یعنی در واقع فاصله بین چیزی که بچه ها دارن میبینن یا دانشجوها دارن میبینن و فضای کمی که در فضاهای آموزشی هستش برای صحبت و انتقاد و معنی سازی، یکی از ریشه های این جنبش به نظر من که خیلی مهمه. و در آمریکا تاریخ این سرکوب تاریخ پریه، یعنی هم در ارتباط با فلسطین که خودم میتونم بگم به عنوان یه استاد تا امسال واقعا یکی از خطای قرمز بود که اجازه نمیدادن درباره فلسطین اصلا صحبت بشه، یعنی خیلی سرکوب شدید بود، خیلی ها تهدید میشدن، خیلی ها حمله میشدن برای صحبت درباره فلسطین. و به اضافه این کانتکست سرکوب یه حرکت هایی بوده که تاریخ تورانی داره در آمریکا ولی تو این چند سال خیلی زنده شده از طرف محافظه کارها و جمهوری خواها که اصلا در مدرسه های آمریکا مخصوصا مدرسه های عمومی و حتی دانشگاه ها صحبت درباره مسئله های عدالت اجتماعی، نژاد، جنسیت، حرکت های اجتماعی نشه و جمهوری خواها خیلی با مادر پدرها و خانواده های محافظه ها کار کردن که اصلا قانون‌های مختلف پیدا شده که قدغن باشه و که درباره اینجور مسئله‌ها در مدرسه‌ها صحبت بشه یا کتاب‌ها در کتابخانه‌های مدرسه‌ها سانسور بشه. بنابراین یک کانتکست بزرگتر هست به نظر من که توی این مسئله کنگره که مثلا هفته دیگه چند تا از رئیس‌های دانشگاه UCLA و نورث وسترن و رادگرز قراره در کنگره سوال ازشون بپرسن، اینا همه یه کانتکست بزرگتره برای این اتفاقاتی که افتادن و بچه ها دارن واقعا، شاگردا و دانشجوها دارن واقعا ربط میدن، ارتباط برقرار میکنن بین این کانتکست های مختلف. یکی از چیزایی که به نظر من اینجا مهم هست که دربارش صحبت بشه هستش که این نیروهای یا محافظه کار و راست یا طرفدارهای اسرائیل که سرکوب میکنن صحبت درباره فلسطین، یکی از روشایی که دارن ازش استفاده میکنن که بی اعتبار
یعنی در واقع بی ارتباط کردن این جنبش هستش که بگن که هر کسی که نقد میکنه از نظام اسرائیل ضد یهوده یا یهود ستیزی داره پیاده میکنه، که این یکی از چیزای اشتباس به نظر من که باید دربارش صحبت بشه و که خیلی از شاگردا که شرکت کردن تو این جنبش دربارش ضد این روش یعنی در واقع دارن مبارزه میکنن. و یهود ستیزی و ضد یهود بودن یه مسئله جدیه که واقعیه که واقعا باید روش کار بشه و جلوش ایستاد، اما مساوی کردن نقد نظام اسرائیل با یهود ستیزی یه روش قدرته که باید اسم ببریم و جلوش وایسیم، همون جور که به هر نظامی باید حق داشته باشیم انتقاد بکنیم، یا نظام آمریکا یا جمهوری اسلامی یا اسرائیل، این حق باید سر جاش باشه. و یکی از چیزهایی که با این روش سرکوب پاک میشه و قایم میشه هستش نقش عظیم شاگردای یهودی که ضد زایونیست هستن و نقد میکنن از روش های نظام اسرائیل توی این جنبش و توی این حرکت اجتماعی، که خیلی عظیم بوده و بزرگتر داره میشه. یعنی واقعا من چیزی که تو نورث وسترن دیدم بودش بچه های فلسطینی، خاورمیانه‌ای، مسلمون، بچه های شاگردای یهودی با هم قشنگ کار میکردن، با خیلی از گروه های دیگه، با بچه های سیاه، با بچه های نیتیو امریکن، با بچه های مهاجر از گروه های مختلف، یعنی همه قشنگ با هم داشتن کار میکردن توی این تظاهرات و جنبش. و این یکی از چیزاست که خیلی مهمه به نظر من بیشتر دربارش صحبت بشه، این همبستگی که ایجاد میشه و چجوری شاگردها از تجربه ها و تاریخ های متفاوت با هم دارن کار میکنن و ارتباطات بین تجربه های کامیونیتی خودشون رو دارن میبینن و میسازن. چیزی که آخر میخواستم بهش اشاره بکنم هستش روش این جنبش و روش اعتراضات شاگردها، که خب روش های مختلف استفاده کردن امسال، ولی این ماه یکی از روش هایی که استفاده کردن هست همین چادر سازی و فضای خود دانشگاه رو برای خودشون بگیرن و یه فضایی برای نه تنها تظاهرات ولی زندگی کردن با هم ایجاد بکنن و یه فضای آموزشی آلترناتیو ایجاد کردن. و این به نظر من یه روش خیلی جالبیه که فرق داره مثلا فقط با تظاهرات و راهپیمایی که اونام سر جاشون هستن، ولی یکی از چیزایی که شاهدش بودم که فکر میکنم مهمه هستش که این روش باعث میشه که شاگردها و اونایی که دارن پشتیبانی میکنن از شاگردها یا استادها یا کارمندها یا کامیونیتی از بیرون از دانشگاه دارن قشنگ یاد میگیرن چجوری با هم زندگی بکنن. یعنی یه فضای زندگی آلترناتیوه که مثلا غذا باید بخورن، باید همه ببینن مثلا با احساس امنیت شبها اونجا میخوابن، یعنی با هم کار میکنن که همه آب داشته باشن. و خیلی از این چیزا به نظر من باعث میشه که یه جامعه کوچیک آلترناتیو ساخته بشه که یه سری تصمیم ها و روابط اجتماعی میاد جلو، که به نظر من یه نکته قوت توی این جنبش، برای اینکه از طریق یاد گرفتن چجوری با هم قرار زندگی بکنیم و چجوری قرار با هم کار کنیم یه مثلا چیزای جدید ایجاد میشه به نظر من توی اینجور جنبش. و یکی از چیزهایی که به عنوان یه استاد آموزش خیلی بهش فکر میکنم هستش که چجوری شاگردا دیدن که فضای کمی بوده توی دانشگاه که درباره فلسطین و مسئله های جنگ و نسل‌کشی که دارن شاهدش میشن صحبت بشه، خودشون این فضا رو ایجاد کردن و خودشون دنبال این رفتن که مثلا کدوم استادها میتونن بیان کارگاه بذارن با ما صحبت بکنن، درباره این تاریخ یاد بدن، چجوری این همبستگی هایی که بوده بین کامیونیتی های مختلف و جنبش فلسطینی ها میتونیم بیشتر دربارش یاد بگیریم، چجوری میتونیم مثلا یک کتابخونه بذاریم به اسم رفات آلاریر که یکی از استادهای انگلیسی در فلسطین بود که استاد ادبیات که کشته شده امسال
خیلی ها مثلا کتاب خونه هایی را که شروع کردن توی این اینکمپمنت ها به اسم آدم های مثل رفعت علاری گذاشتن. یعنی در واقع یه جنبش آموزشی هم هست و این به نظر من خیلی مهمه و هدف های این حرکت ها در دانشگاه های مختلف یه شباهت هایی داشتن. خیلی ها میخواستن که، یعنی خواسته هایی که بیان کردن هستش که اولا که سرمایه گذاری که دانشگاه ها کردن روشن بشن، شفاف بشن که معلوم باشه، چون که مخصوصا تو خیلی از دانشگاه های خصوصی مثل مال نورت وسترن اصلا قایم بوده، اصلا اطلاعات نمیتونستیم داشته باشیم درباره اینه که تو کدوم شرکت ها سرمایه گذاری شده. این یک. دو که خیلی قدم مهمیه، خارج کردن این سرمایه گذاری از شرکت های اسرائیلی و جنگ و اونایی که دارن محیط زیست و یعنی در ارتباط محیط زیستم اثر منفی دارن. اینا رو همه رو میخوان سرمایه گذاری رو بکشن بیرون، یعنی خارج کنن از این شرکت ها، که بازم یه نشونه به نظر من که همبستگی بین این جنبش ها توی فضای سرمایه گذاری چجوری دیده میشه. به اضافه این خیلی ها خواسته هاشون بوده که حق بیان و آزادی بیان شاگردها حفظ بشه در ارتباط با فلسطین و یعنی این حق اینه که تظاهرات بشه و شاگردها در واقع کریمینالایز نشن و بتونن این فضای اعتراضات رو حفظ بکنن هم یکی از خواسته های مهمی بوده. و این جنبش به نظر من بازم برمیگرده به تاریخ های جنبش های دانشجویی در آمریکا که تاریخ پریه. در ارتباط با جنگ عراق و افغانستان مثلا 20 سال پیش که من دانشجو بودم، در ارتباط با آفریقای جنوبی، در ارتباط با جنگ آمریکا با ویتنام، یعنی این یه تاریخ پریه که شاگردا دارن دربارش میخونن، مطالعه میکنن، یاد میگیرن. من با یه گروهی نشستم و قشنگ یکی از هدفهایی که از این جنبش درآمد بودش که میخواستن یه گروهی شروع بکنن که بیشتر درباره تاریخ اعتراضات دانشجوها در آمریکا و در دانشگاه خودمون یاد بگیرن که چه تاکتیکایی استفاده کردن، چه بحثایی داشتن با هم. و این شاید آخرین نکته باشه که بهش اشاره میکنم و اون هستش که به نظر من توی این اتفاقاتی که این ماه و این سال دیدیم یادگیری خیلی زیادی بوده در میون دانشجوها و شاگردای همونطور که گفتم سن پایین تر، نه تنها در ارتباط با تاریخ فلسطین، به اضافه این در ارتباط با جنبش و اصلا حرکت های اجتماعی و چه استراتژی های و تکتیک های مختلفی استفاده شده و میشه اختراع بشه و چجوری با هم میتونن درباره این مسئله ها بحث بکنن و با هم کار کنن. این چیزاست که به نظر من خیلی مهمه و نشونش رو دیدیم که خیلی یادگیری فراوانی شاهدش بودم توی این ماه. مرسی.